اولین تصویری که بعد از دیدن پوستر پرویز به ذهن می آید شاید مجموعه عکس‌های ادوارد مایبریج باشد. مجموعه عکس‌هایی که اولین قدم‌ها برای شکل گیری سینما بود. اما میان پوستر و فیلم پرویز چه حرف مشترکی در میان است؟ آگامبن یکی از نوشته‌هایش به نام یادداشت‌هایی درباره ژست را اینگونه شروع می‌کند. پیش از پایان قرن 19، بورژوازی غربی ژست‌های خود را آشکارا از کف داده بود. در ادامه آگامبن به فردی به نام ژیل دلاتور اشاره می‌کند که یکی از پیش پا افتاده‌ترین ژست‌های بشری را با روش‌های علمی دقیق مورد مطالعه قرار داده بود. راه رفتن. در یکی از یادداشت‌های تورت این وصف را از راه رفتن می‌خوانیم. در حالی که پای چپ کار تکیه گاه را می کند، پای راست از زمین بلند می شود. با حرکتی پیچیده که در پاشنه آغاز می گردد و به نوک انگشت های پا می رسد و آخر سر از زمین جدا می شود. شاید در نظر اول این کار تورت به نظر ما بیهوده بیاید. اما جالب است که بدانید او با پهن کردن 7-8 متر کاغذ و نصف کردن آن از وسط به وسیله خطی با مداد به افراد مختلفی گفت تا کفش‌هایشان را به پودر تریوکسید آهن آغشته کنند و روی کاغذ راه بروند. آگامبن میگوید اگر این آثاری که از مطالعات تورت به دست آمده را مشاهده کنیم محال است یاد مجموعه عکس‌های مایبریج که همان سال‌ها از مردمانی در حال راه رفتن گرفته بود نیفتیم. مردی که با سرعت طبیعی راه می‌رود، مردی با تفنگ شکاری در حال دویدن، زنی در حین راه رفتن تنگی را برمی‌دارد، زنی که در حال راه رفتن بوسه می‌فرستد. اینها اسامی بخشی از مجموعه های عکس مایبریج بودند که به راحتی می توانیم به همان آثار پایی که روی صفحه سفید کاغذ تورت بر جای مانده بود مرتبطشان کنیم. آثاری ثبت شده از پیش پا افتاده ترین ژست انسان. در پوستر فیلم پرویز مجموعه عکسی را می بینیم که به نظر می رسد لحظه پیش پا افتاده از اوقات یک انسان را ثبت می کند. انسانی که انگار در ظاهر کاری انجام می دهد اما در واقع هیچ کاری انجام نمی دهد. هیچ چیزی تولید نمی کند و چون تولید نمی کند از دایره آدم های به ظاهر سالم کنار گذاشته می شود. چون تولید نمی کند دیگر آدم به حساب نمی آید و این وقفه او را تبدیل به یک ژست می کند. ژست در حقیقت لحظه ای است که با خود انسان مواجه می شویم. خودی که اسیر تعاریف تحمیل شده جامعه، اخلاق، قانون، پدر و چیزهای دیگر نیست. خود خودش است و خود خود انسان در واقع همان لحظه است که هیچ کاری نمی کند. این ژست پرویز است. ارسطو می گوید خوشبختی یعنی هر کسی کار خودش را بکند. حالا اگر انسان بخواهد کار خودش را بکند دقیقا باید چه کار بکند؟ می شود گفت آگامبن این طور این گفته را تحلیل می کند. به زبان ساده مهندس بودن یا دکتر بودن یا هر کار دیگری از این دست کار انسان نیست. در واقع کار انسان هیچ کاری نکردن است. اما یک نظام تولیدی نمیتواند این هیچ کاری نکردن را بپذیرد. نمیتواند تولید نکردن را فضیلت به حساب بیاورد. بنابراین هر کسی که میخواهد هیچ کاری نکند را به سزای اعمالش میرساند. مثل پرویز. و این چنین است که کنار نیامدن با تولید نکردن منجر به طرد یک نفر میشود. و دقیقاً او را از چیزی که واقعاً هست یعنی همان انسان بودن منع می‌کند. وقتی که کسی را به خاطر اینکه دقیقاً دارد کاری انسانی انجام می‌دهد از دایره انسان‌ها خارج می‌کنیم، او طغیان می‌کند و تبدیل می‌شود به مردی که با سرعت طبیعی در حال هیولا شدن است.